خرد. سلام و احترام دارم خدمت شما محصلان عزیز سمستر هشتم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون جامی. من هادی خردورز جویا هستم و مضمون حقوق اداری دور در قالب دو کلیت برای شما تدریس میکنم. امیدوارم در کنار خانواده های مهربان روزهای خوب و خوش سپری بکنین و با عمل کردن به توصیه متخصصان طبی از ابتلا به کووید 19 در امان باشین. امیدوارم هر چه زودتر با خاتمه پیدا کردن این بحران بتونیم به صورت فیزیکی هم در کنار هم دیگه باشیم. البته تنها دور اما دلها نزدیک هست. هدف آموزشی مضمون حقوق اداری دو ای هست که ما با سازمان ها و اصول و موازین اداری آشنایی پیدا بکنیم. روش تدریس لکچر و مباحثه هست در اصل، اما به خاطر از اینکه کرونا ویروس شیوع پیدا کرده ما نمیتونیم در کنار هم باشیم و همزمان لکچر و مباحثه پیش بره. شما میتونین پرسش هایی که نزد شما مطرح میشه رو یادداشت کنین و از طریق واتساپ یا ایموم که شماره 0994-659-658 هست با من تماس بگیرین و من پرسش ها شما رو انشالله در جریان درس های بعدی جواب میدم. اما به ادامه سمستر قبلی، مقبع اصلی شما لکچر نوت حقوق اداری از استاد بزرگوارم پانیار خانم لایق صداقت هست که بعد از اینکه این چپتر انشالله خاتمه پیدا کرد، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق اداری افغانستان تدریس خواهد شد. البته خوشبختانه در عرصه حقوق اداری ما با فراوانی منابع روبرو هستیم و شما میتونین برای مطالعات آفاقی و تحقیقات خود از حقوق اداری افغانستان سرور دانش، حقوق اداری افغانستان محمد تمکی، حقوق اداری عطا محمد نورزی، حقوق اداری گلرحمان قاضی، حقوق اداری رضا موسی‌زاده و همچنان حقوق اداری کلیات حقوق اداری از ولی الله انصاری استفاده بکنیم. اما به ادامه درس های سمستر قبلی، مقامات مرکزی در محل ما میخونیم. به سمستر قبلی ما مقامات مرکزی که در پایتخت کشور موقعیت دارن، از جمله ریاست جمهوری، خب در حکومت وحدت ملی چون قدرت تقسیم شده بود حکومت میان رئیس جمهور و ریاست اجرایی، اشاره ای به توافق حکومت وحدت ملی هم داشتیم و همچنان به صلاحیت های وزرا هم پرداختیم. امروز درس ما در مورد مقامات مرکزی در محل هست، چون در کشور ما اصل بر تمرکز اداری هست و حکومت مرکزی توسط ادارات محلی سرتاسر کشور اداره میکنه. اینجی ولایت و ولسوالی ها ما نمیتونیم در واقع بیایم جدا بدانیم از حکومت مرکزی، چون اینها هم تعیین از اینا توسط حکومت مرکزی صورت میگیره، پاسخگویی از اینا در برابر حکومت مرکزی میباشه و منابع مالی از اونا هم از طرف حکومت مرکزی تخصیص داده میشه. والی نماینده ذی‌صلاح قوه اجرایی دولت در سطح ولایت میباشه و آمر درجه اول اداره محلی هست. رهبری شعبات محلی ادارات مرکزی با رعایت ارتباط از اونا با اداره مرکزی انجام میده. به عنوان مثال اداره مرکزی هست وزارت معارف، ریاست معارف شعبه محلی از او در ولایت هست، یا وزارت تحصیلات عالی اداره مرکزی هست و شعبه محلی از او ریاست پانتون هست، یا به عنوان مثال وزارت ترانسپورت اداره مرکزی هست و ریاست تنظیم ترانسپورت سکتور خصوصی و همچنان ریاست حفظ و مراقبت سرک ها شعبه محلی از او شمرده میشه. وزارت مالی اداره مرکزی است، مستوفیت
شعبه محلی از او شمرده میشه که والی به عنوان نماینده رئیس جمهور می بین از اینا هماهنگی به وجود میاره. البته هر کدوم از اینا ارتباط خود خور با ادارات مرکزی هم دارن، به عنوان مثال ارتباط پوهنتون با وزارت تحصیلات عالی، مصرفیت با وزارت مالیه، ریاست اطلاعات و فرهنگ با وزارت اطلاعات و فرهنگ. والی یک نقش هماهنگ کننده بین اینها دارا می باشه. اما شرایط تشکیل ولایت در افغانستان، داشتن بیش از 200 هزار نفوس می باشه. خب اگر ما بیایم ایر در نظر بگیریم، در قانون انتخابات کشور هم حداقل تعداد چوکی هایی که سهمیه ولسی جرگه برای هر ولایت در نظر گرفته شده 2 چوکی می باشه و همچنان هر ولایت حداقل باید دارای 3 ولسوالی هم باشه، که البته ای که ای ولایات و ولسوالی ها تقسیم میشن به درجه 1، درجه 2 و درجه 3 بر اساس تعداد نفوس و ساحه جغرافیایی و وضعیت اقتصادی هست، که در بخش ساحه جغرافیایی میتونیم مواردی مانند کوهستانی بودن و یا میزان فاصله از دور با مرکز ولایت بیایم مطرح بکنیم. همچنان از لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی، وقتی که یک ساحه اهمیت داشته باشه او در درجات بالاتر قرار میده. اما مقام ولایت که در گذشته قبل از 1386 مربوط می شده به وزارت داخله، از این بعد مربوط شده به اداره مستقل ارگان های محلی و در مقام ولایت علاوه بر والی، معاونان والی هم شامل هستند که شامل معاون مالی اداری و معاون اجتماعی فرهنگی میشه. هرچند پسوند اول و دوم برای معاونان والی وجود نداره، اما معمولا وقتی والی بر وظیفه خود حاضر نیست، در قدم اول معاون مالی اداری جایگزین از او میشه. به همین ترتیب کارکنان شعب شامل بودجه ولایت جزء مقام ولایت هستند، مانند بخش ریاست خدمات سکتوری یا ریاست منابع بشری و از این قبیل شعبات، که اینها تحت اثر اداره مستقل ارگان های محلی همینطوره گفتیم وظایف خودخور پیش می برن. اما وظایف و اختیارات والی ها، خب والی نماینده رئیس جمهور هست و صلاحیت های گسترده ای در سطح ولایت برای از داده شده. البته این صلاحیت ها به صورت مطلق مربوط به والی ها نمیشه، بلکه والی ها از طریق شعباتی که تحت اثر از اونا هست این وظایف پیش می برن، که البته وظایف و اختیارات والی ها که مطابق با قانون اداره محلی هست در سال 1370 تصویب شده، بعض از موارد از او نظر به قوانین جدید نصب شده که در جریان تشریح ما به او اشاره میکنیم. یکی رهبری ادارات و شعبات تحت اثر میباشه، که از طریق برگزار کردن مجلس اداری ولایت این رهبری صورت میگیره و تصمیماتی در حیطه صلاحیت والی به عنوان نماینده رئیس جمهور اتخاذ میشه. و همین ترتیب تحکیم وحدت ملی، همچنان که در سطح کل کشور از جمله وظایف مقام ریاست جمهوری ای هست که برای تحکیم وحدت ملی و مبارزه با تعصبات مذهبی، تعصبات قومی، زبانی و سمتی باید کار بکنه، نماینده از او در سطح ولایت که والی هست باید برای تحکیم وحدت ملی نقش ایفا بکنه. به همین ترتیب در قسمت تأمین امنیت، که ما در سمستر گذشته گفتیم امنیت عامه به معنای فقدان خطر مالی
و جانی برای افراد در جامعه می باشه که والی از طریق اداراتی مانند امنیت ملی، قلوردو و قماندانی امنیه ای فعالیت پیش می بره و در این راستا شورای نظامی هم در هر ولایت تحت اثر والی وجود دارد. اما رفع خشونت های قومی و منطقوی، از آنجایی که در کشور ما متاسفانه تعصبات قومی به صورت بالقوه وجود داره، این تعصبات قومی در صورتی که به صورت درست جلوگیری صورت نگیره، ممکن است که خشونت های قومی بسیار بسیار مضر در سطح جامعه به وجود بیاره. به همین اساس والی از طریق افراد متنفذ و ریش سفیدان باید کوشش کنه پادرمیانی بکنه که در این راستا باید همکاری شورای ولایتی هم به خود داشته باشه و همچنان در سطح مناطق باید کوشش بکنه که آشتی و همزیستی مسالمت آمیز یعنی افراد به وجود بیاره. به همین ترتیب فروش و خرید املاک دولتی که البته ای در روشنایی قانون تدارکات صورت میگیره و نقش والی در فروش و خرید نقش منظور کردن پس از ای که تشخیص بده که قانونیت در قسمت رعایت شده میباشه. تدویر سمینار ها و تجلیل مراسم مذهبی و تاریخی به عنوان مثال تجلیل اعیاد، به همین ترتیب مراسم تاریخی مانند 28 اسد، سال روز استرداد استقلال افغانستان، 8 ثور روز پیروزی مجاهدین، 26 دلو خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان از جمله مراسمی هست که با حضور والی تجلیل صورت میگیره و سمینارهای علمی هم وقتی با حضور والی برگزار میشه از اهمیت بیشتری برخوردار میشه و میشه از تطبیق پلانهای منظور شده ادارات تصدیه ها و مؤسسات دولتی شامل ساحه ولایت. خب در اینجی والی باید نظارت بکنه که او پلانها و برنامه های عملی که توسط ادارات مختلف تصدیه های دولتی مثل تصدیه کاماز، تصدیه ملی بس و اینها در قالب زمان طراحی شده آیا در عمل اجرا شده یا نه، ارائه پیشنهادها به حکومت در مورد تعدیل و ایجاد واحدهای اداره محلی. خب البته در افغانستان اداره بر اساس تمرکز استوار هست و هر گونه ایجاد و تعدیل واحدهای اداری ارتباط میگیره به حکومت مرکزی. به عنوان مثالی که یک ولایت جدید به وجود بیه یا یک ولسوالی به چند ولسوالی تقسیم بشه، اینا از جمله صلاحیت های والی هست که اور بیه با ذکر اداره پیشنهاد بکنه. به عنوان مثال ولسوالی شندند چون ساحه بسیار بزرگ با نفوس بسیار زیادی بود، اداره از او از طریق یک واحد محلی مشکل بود، برای همین به 5 ولسوالی تقسیم شد که ولسوالی شندند، ولسوالی کوزور، زیرکو و به همین ترتیب 2 ولسوالی دیگه که پشت کوه و همچنان و زاول. خب یایی که به عنوان مثال طرح تشکیل ولایت شندند هم از جمله گزینه های مورد بحث هست. اعطای مکافات و دادن مجازات در حدود صلاحیت طبق احکام قانون که البته منظور از این مجازات مجازات های اداری هست که مانند توصیه، اخطار، کسر معاش و تبدیل و شدیدترین حالت از او
مسئله انفکاک که مطرح میشه و مکافات هم دادن پاداش به منظور تشویق کردن کارکردهای مثبت. منظوری اجرای مصارف بودی جوی و تادیات تصدی، اینجا منظور از تادیات به معنای پرداخت می باشه و از اونجایی که والی نماینده حکومت مرکزی در سطح ولایت می باشه، تصدی ها مصارفی که انجام میدن باید به تایید والی برسه. پیشنهادهای تعدیلات بودجوی و انتقالات مجرای اسناد قراردادها و اجازه های دولتی در حدود صلاحیت مطابق احکام قانون. خب تعدیل بودجوی به این معنی که مثلا والی با تجربه ای که در ولایت از نزدیک با نیازها، خواستها و مشکلات در تماس هست، میتونه که پیشنهادهایی به خاطر تعدیلات بودجه، به عنوان مثال بخشی که نیاز بیشتری داره به بودجه، بودجه از او پیشنهاد بکنه که افزایش پیدا بکنه، یا برعکس اگر در شعبه نیاز به بودجه کمتر است، پیشنهاد بکنه که کاهش در او به وجود بیایه. خب در اینجا منظور از انتقالات مجرایی که ممکن است که دو اداره دولتی یا تصدی ها اینا هم دیگه همزمان طلبکار و بدهکار باشن، میشه که اینا به هم دیگه مجرا داده بشه. اما تحصیل مالیات های قانونی و محصول های شهری، که البته مالیات ها و محصول های شهری ارتباط به شاروالی میگیره که والی در قسمت صلاحیت نظارتی دارا می باشه، و می تاتی باقیات نقدی و جنسی، به عنوان مثال کسی که به عنوان تحویل دار نقدی و جنسی هستی اگر کمبود بیایه در مبالغ و اجناسی که در مزد دو هستی باید پاسخگو باشه و تصفیه حساب در قسمت صورت بگیره. کنترل قیام از طریق شاروالی که البته امروزه با توجه به نظام اقتصاد بازار هست و گفته میشه که قیمت ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا هست، در این قسمت فعالیت شاروالی بسیار کم رنگ هست. مراقبت از امور بنادر حوزه ولایت که دو بندر اسلام قلعه و تورکندی در ولایت هرات هست که مراقبت از امور از جمله صلاحیت های والی هست. پیشنهاد تعدیل در نقشه های شهری بر اساس ضرورت که هم البته مرتبط با شاروالی و وزارت شهرسازی و اراضی هم می باشه، به عنوان مثال وقتی نفوس شهری افزایش پیدا میکنه ضرورت به فضای سبز افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب مسئله گسترش شهر چه از لحاظ افقی و چه از جهت عمودی با وجود آمدن بلند منزل ها. خب بحث دیگه کنترل و مراقبت از معادن و جلوگیری از استخراج و تجارت غیرقانونی مواد معدنی هست، البته در هماهنگی و رهبری ریاست معادن و پترولیم و همکاری نهادهای امنیتی در این قسمت، چون در بسیار از موارد مشاهده میشه که افراد زورمند مواد معدنی که ملکیت دولت میباشه و دولت باید به نمایندگی از ملت اداره بکنه، اشخاص زورمند سوء استفاده میکنن از او، یا ای که در بهره برداری از معادن اصول حفظ و صحه معدنچی ها در نظر گرفته نمیشه و خطر مرگ تهدید میکنه. خب والی ها به عنوان نماینده های پیشمون باید در قسمت دقت داشته باشن. جلوگیری از زرع مواد مخدر، البته در هماهنگی با نهادهای امنیتی و همچنان با رهبری پیشبرد پالیسی های مانند معیشت بدیل، چون مواد مخدر به جهت عاید بیشتری که نسبت به بعضی از محصولات داره در بعضی از مناطق مورد توجه دهقان ها قرار میگیره. اگر معیشت بدیل مانند کشت زعفران، مانند باغداری،
ترویج پیدا بکنه، انگیزه کشت مواد مخدر کاهش پیدا میکنه. با مواد مخدر از چند جهت باید برخورد صورت بگیره. از یک جهت که منبع عایداتی هست که مخالفت مسلحانه با دولت و تروریسم تمویل میکنه، از جهت دیگه بیشتر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر به مافیای بین المللی میرسه و همچنین مرگ تدریجی هست و بسیاری از جوانان کشور ما متاسفانه آلوده مواد مخدر شدن و باعث ننگین شدن نام افغانستان در سطح جهان هم شده. کنترل از حفظ و نگهداشت ثروت های ملی و منابع طبیعی، البته در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست، به همین ترتیب اداره زراعت آبیاری و مالداری، و در خیلی از موارد منابع طبیعی مانند جنگل ها متاسفانه توسط زورمندان خصم میشه که در این راستا باید کنترل صورت بگیره و از طرف والی با هماهنگی نهادهای تحت اثر. جلب توجه وزارت های سکتوری در طرح و تطبیق پلان های انکشافی محل. وقتی پلان های انکشافی در سطح ولایت و منظور توسعه و پیشرفت تصویب میشه، مرحله تطبیق از او به قوه اجرایی ارتباط میگیره که همچنان که گفتیم والی نماینده قوه اجرایی دولت در سطح ولایت میباشه. اگر پلان های انکشافی در عمل تطبیق نشه، مشکلی از مشکلات مردم برطرف نمیشه. فراهم آوردن تسهیلات در امور مربوط به عودت کننده ها. خب یک از صاحبات تحت اثر والی در سطح ولایت ریاست امور مهاجران و عودت کننده ها هست که البته در این قسمت باید بین مهاجر و عودت کننده تفاوت گذاشت. منظور از مهاجر تبعی افغانستان هست که در خارج از کشور به سر میبره، وقتی که برمیگرده به افغانستان عودت کننده گفته میشه. البته یک اصطلاح دیگه هم اینجا مطرح است، او بیجا شده های داخلی هست، کسانی که نظر به دلایلی مانند جنگ یا خشکسالی از یک منطقه افغانستان به جای دیگه آواره میشن و هنوز سکونت پیدا نکردن، که در این قسمت برای از اونا باید سهولت فراهم بشه، یا زمینه برای ادغام از اونا در جامعه محلی، یا زمینه برای بازگشت آبرومندانه از او به مناطقی که از او آواره شدن. در این قسمت یکی از اقداماتی که میتونه صورت بگیره به عنوان تسهیلات، در اختیار قرار دادن امکانات و همچنان توزیع زمین برای کسانی هست که عودت میکنن در هماهنگی با ادارات بین‌المللی مانند UNHCR. فراهم آوردن تسهیلات در امور انکشاف دهات. خب یکی از ادارات مرکزی افغانستان وزارت انکشاف دهات هست که نمایندگی از اینو در سطح ولایت هم تحت اثر والی و با ارتباط با وزارت مربوطه عمل میکنه. هدف از انکشاف دهات این است که وضعیت زندگی به گونه‌ای بهبود پیدا بکنه در دهات که میزان مهاجرت به شهرها کاهش پیدا کنه، چون از یک جهت وقتی مهاجرت به شهرها افزایش پیدا میکنه باعث شلوغی ترافیکی، باعث آلودگی هوا و باعث افزایش بیکاری در سطح شهر میشه، و از طرف دیگه وقتی یک شهر ساخته میشه ظرفیت گنجاندن یک تعداد مشخصی داره. وقتی که این تعداد مشخص فراتر نفوس در یک شهر جذب بشه، اداره از با مشکل مواجه میشه. از طرف دیگه منابعی که در دهات وجود داره مانند آب و زمین، اینا به عنوان ثروت ملی باید مورد بهره برداری قرار بگیره و در بسیاری از کشورهای پیشرفته زندگی در دهات از جاذبه بسیاری برخوردار است و امکاناتی که در شهرها وجود داره در دهات هم وجود داره، اما در کشور ما در توزیع امکانات بین شهر و ده توازن در نظر گرفته نشده و به منظور بهبود زندگی دهقانان و مالداران کشور باید به انکشاف دهات توجه عظمی صورت بگیره، که علاوه بر زراعت، مالداری، برخی از صنایع دستی و همچنان جاذبه های جهانگردی یا توریستی میتونه در انکشاف دهات مؤثر واقع بشه. مشاهده محل واقعات غیر مترقبه از قبیل زلزله، سیلاب، حریق و امثال آن و جلب کمک های اولیه. خب وقتی والی به عنوان نماینده رئیس جمهور میای مشاهده میکنه جایی که زلزله زده است یا سیلاب زده است، این اولی که میتونه که آنچه که مشاهده کرده به مقامات مرکز منتقل کنه به عنوان شخص اول ولایت و از اونا در راستای فرستادن کمک یاری به طلبه. از طرف دیگه ای
باعث میشه که دیگران هم تشویق بشن. وقتی که شخص اول ولایت حضور پیدا بکنه و احساس مسئولیت بکنه، طبیعی است که اشخاصی که تحت اثر از او هستند، رؤسای ادارات دولتی، دیگه توجه بیشتری انجام میدن، که خصوصا اگری در ساعات اولیه واقعات صورت بگیره، میتونه در پیشگیری از گسترش آسیب دیدگی و آسیب پذیری سهم مهمی داشته باشه. البته این کمک های اولیه میتونه از طرف اداره محلی باشه، میتونه از طرف نهادهای جامعه مدنی باشه، میتونه از طریق مؤسسات بین المللی باشه و میتونه از طریق جلب کمک های سکتور خصوصی هم باشه. تعمیل احکام، اسناد تقنینی، اوامر، هدایت قانونی مقامات زیرساخت در ساحه مربوط و کنترل از اجرای آن. خب اینجا بحث اسناد تقنینی وقتی مطرح میشه، در سلسله مراتب قوانین از قانون اساسی، قانون عادی، فرمان تقنین مقرره، لایحه و طرز العمل گفته شده که اینا باید عملی بشه و بر روی کاغذ باقی نمونه، چون در افغانستان اداره بر اساس مرکزیت استوار هست و رئیس جمهور هم تحت امر حکومت مرکزی و به صورت خاص رئیس جمهور هست. اوامری که صورت میگیره باید تطبیق بشه و از اجرا از هم کنترل صورت بگیره، چون والی به عنوان شخص اول ولایت در برابر مقامات حکومت مرکزی مسئول می باشه، باید نظارت بکنه از اینکه آیا دستورهایی که داده میشه به صورت درست اجرا میشه یا نه. اما بحث بعدی ما در مورد سازمان اداری ولسوالی هست. چند بخش همجوار، یعنی مجموعی از خلیجات که با همدیگه همگنه، یعنی با همدیگه اشتراکات داره از نظر عوامل طبیعی، مثلا ساحه کوهستانی هست به عنوان مثال، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، از لحاظ سیاسی، چون مرکز ولسوالی به عنوان مقر اداره محلی که زیر اثر حکومت مرکزی هست قرار داره. البته همچنان که والی در سطح ولایت نماینده رئیس جمهور و عامل درجه اول اداره محلی هست، در سطح ولسوالی این مقام ولسوال بر عهده داره، که خود ولس به معنای مردم هست و از نزدیک ولسوال با مردم در ارتباط می باشه. شرایط تشکیل ولسوالی درجه اول، یکی هست که نفوس از او از 50,000 تن بیشتر باشه. مثلا ولسوالی درجه اول میتونیم انجیل، گذره، شندن، قوریان، پشان، زرقونه بیاییم مثال بدیم. خصوصیت شهری یعنی مرکز از اونا، او چیزی که مثلا عوام بازار میگن، او حالت شهری پیدا کرده باشه و نفوسی به صورت دائمی در او زندگی بکنن و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشته باشه، موقعیت سرحدی داشته باشه، مثلا ولسوالی قوریان سرحد داره با کشور ایران، یا به عنوان مثال کشک با ترکمنستان سرحد داره و فاصله بیش از 100 کیلومتر از مرکز ولایت. البته سرحدی بودن در صورتی باعث میشه که ولسوالی درجه اول بشه که 100 کیلومتر هم از مرکز ولایت فاصله داشته باشه، مشروط بر اینکه نفوس از وسط سطح ولسوالی درجه دوم یعنی 25,000 کمتر نباشه. البته میبینید در اینجی هر کدام از این سه شرط که باشه ولسوالی درجه اول تشکیل میشه و لازم نیه که حتما هر سه شرط وجود داشته باشه. خب اینا مواردی هست که در قانون اداره محلی آمده. شرایط تشکیل ولسوالی درجه دوم، نفوس از 25,000 بیشتر باشه. البته یک نکته که اینجا باید مطرح بکنم این است که در خیلی از موارد احصایه دقیقی نه تنها در سطح ولسوالی و ولایت، بلکه حتی در سطح کشور وجود نداره. و شرط دومی که میتونه باعث تشکیل ولسوالی درجه دوم بشه، یک موقعیت از سرحدی، فاصله بیش از 100 کیلومتر از مرکز ولایت، مشروط بر اینکه نفوس آن از سطح ولسوالی درجه سوم یعنی 10,000 کمتر نباشه. خب شاید سوال به وجود بیاد برای مثلا عزیز که شرط دوم تشکیل ولسوالی درجه دوم و شرط دوم تشکیل ولسوالی درجه اول چی هست؟ خب موقعیت سرحدی و فاصله بیش از 100 کیلومتر با مرکز ولایت ای یکی هست، اما تفاوت در نفوسه. یعنی موقعیت سرحدی و فاصله بیش از 100 کیلومتر با مرکز ولایت در صورتی که
نفوس از او از 25,000 یعنی سطح ولسوالی درجه دوم بیشتر باشه ولسوالی درجه اول میشه، اگر از 10,000 یعنی سطح ولسوالی درجه سوم بیشتر باشه درجه دو میشه. شرایط تشکیل ولسوالی درجه سوم هم هست که نفوس از او از 10,000 بیشتر باشه و فاصله از او بیش از 50 کیلومتر از مرکز ولایت یا موقعیت کوهستانی مشروط بر اینکه نفوس از او کمتر از 7,000 نفر نباشه. که البته اینجی مسئله که مطرح میشه اگر یک ساحه باشه مجموعه قریه جاتی که هیچ کدام از این شرایط نداشته باشه او ولسوالی نه بلکه بخشی از یک ولسوالی دیگر خواهد بود. اما سازمان های غیر متمرکز جغرافیایی چی هست؟ ما حکومت مرکزی در پایتخت و همچنان زیر شاخه از او یعنی مقام ولایت و ولسوالی ها باشد مورد بررسی قرار دادیم و بحث بعدی ما سازمان های غیر متمرکز جغرافیایی هست، یعنی سازمان های غیر متمرکز محلی که اینها نسبت به حکومت مرکزی دارای درجاتی از استقلال در عمل و تشکیلات می باشند، عبارتند از شوراهای محلی و همچنان شاروالی و مجلس شاروالی که خود شوراهای محلی که اعضا از او مطابق به قانون توسط مردم تعیین میشن شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شورای قریه هست، البته مطابق به قانون اساسی کشور شاروال هم باید توسط مردم شهر تعیین بشه و مجلس شاروالی منتخب مردم شهر هم بر عمل کرد از او نظارت داشته باشه. اما در قسمت شورای محلی مطابق با قانون اساسی کشور در 3 سطح هست، ولایتی، ولسوالی و قریه، اما متاسفانه هنوز انتخابات شورای ولسوالی و شورای قریه جات برگزار نشده و مانع تشکیل لوی جرگهی که در مورد تعدیل قانون اساسی میتونه تصمیم بگیره ای است که ما هنوز شورای ولسوالی نداریم، چون همینطور که شما میفهمین اعضای لوی جرگه عبارتند از اعضای شورای ملی یعنی ولسی جرگه و مشران جرگه، رؤسای شوراهای ولایت و رؤسای شوراهای ولسوالی ها که ما هنوز شاهد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها نبودیم. اما شورای ولایتی انتخابات از او در سال 1384 در سال 1388 و 1393 برگزار شد که البته دوره کاری از او در 1397 ختم شد، اما هنوز انتخابات شورای ولایتی برگزار نشده. اما شورای ولایتی یک مجمع انتخابی هست که بر مبنای بر تناسب نفوس هر ولایت چوکی ها بر از او اختصاص پیدا میکنه. هدفی که یک ساختار برای مشارکت و سهمگیری مردم و نهادهای جامعه مدنی فراهم بشه بتونه خواسته های مردم با اداره محلی در سطح ولایت شریک بسازه و مطابق با قانون اساسی صلاحیت ارائه مشوره داره به ادارات محلی، اما در قانون شورای ولایتی صلاحیت نظارت هم به شورای ولایتی سپرده شده. آیین کار شورای ولایتی انتخابات از او هر 4 سال یک بار توسط کمیسیون مستقل انتخابات باید صورت بگیره که البته همینطور که گفتم باید در سال 1397 انتخابات شورای ولایتی هم برگزار میشد که چنین انتخاباتی برگزار نشد. صلاحیت تعیین ثلث اعضای مشران جرگه داره، خب چون مشان جرگه یا سنا انتصابی یک ثلث از رئیس جمهور تعیین میکنه، یک ثلث از اعضای شورای ولایتی از بین خود، خب یک ثلث دیگه هم اعضای شوراهای ولسوالی که نظر به برگزار نشدن انتخابات شورای ولسوالی در دوره های قبلی شوراهای ولایتی 2 نماینده را از بین خود به مشان جرگه کشور روان میکردن. البته مطابق با قانون انتخابات اگر یکی از اعضای شورای ولایتی فوت بکنه یا استعفا بده یا عزل بشه کاندیدای بعدی از عین جنس به عنوان مثال از 19 چوکی شورای ولایتی هرات 14 تا از او به زنان به مردان تعلق گرفته و 5 تا از او به
زنان. در صورتی که یکی از اعضای مرد فوت بکنه یا استعفا بده یا عزل بشه، میبینن که نفر 15 در لیست انتخابات کی بوده، یعنی مرد که کاندیدایی که باخته اما بیشترین رأی داشته میای جایگزین میشه، و در صورت یکی از خانم ها فوت کنه، استعفا بده یا عزل بشه، میبینن که در بین خانم ها نفر 6 در لیست آرای انتخابات کی بوده. نصاب برگزاری جلسات با حضور اکثریت با نمره مثال از 19 عضو شورای ولایت هرات، اگر 10 عضو حاضر باشند جلسه رسمیت پیدا میکنه، و تصمیمات البته با رأی 2/3 اعضای حاضر هست. با نمره مثال اگر 12 عضو حاضر باشند با 8 رأی تصمیمات صورت میگیره. جلسات هر ماه 2 بار، یعنی هر 15 1 بار برگزار میشه جلسات عمومی، که البته جلسات فوقالعاده یا اضطراری هم میشه با خواست اعضا یا رئیس شورای ولایتی صورت بگیره، و هیچ وظیفه دیگری غیر از تدریس نمیتونن پیش برن، به خاطر از اینکه بتونن به اون وظیفه که مردم بر از اینا سپرده عمل بکنن.